عراق با هدف بهبود وضعیت اقتصادی ویزا را برای 37 کشور جهان لغو کرد. عراق که با شیوع ویروس کرونا به لحاظ اقتصادی صنعت توریسم را از دست داده بود، دریافت ویزا برای شهروندان 37 کشور جهان را لغو کرده است. علی اکبری گزارش می‌دهد. وزارت کشور عراق اعلام کرده که دولت تصمیم گرفته شهروندان 37 کشور را از گرفتن ویزا معاف و ورود آنان به کشور بدون ویزا شود زیرا این کار باعث تشویق برای سرمایه گذاری خارجی و رونق گردشگری در عراق خواهد شد خالد المحنا سخنگوی وزارت کشور عراق در این خصوص گفت دولت تصمیم گرفته شهروندان 37 کشور را بدون اخذ ویزا پذیرای باشد و این تصمیمی بسیار جسوران از زمان تشکیل دولت بوده است وی در ادامه افسود هدف از این تصمیم جذب سرمایه گذاران خارجی و حمایت از اقتصاد عراق است و از 15 مارس مراحل اجرای آن آغاز شده است المهنا همچنین گفت این تصمیم شامل بازرگانان شرکت عضو دائمی شورای امنیت کشورهای اتحادیه اروپا ژاپن کره جنوبی کانادا استرالیا نیوزلند و سوئیس است که برای ورود به عراق از طریق گذرگاه های هوایی و زمینی و دریایی فعلا در ازای پرداخت 75 دلار در فرودگاه های عراق اجازه اقامت دو ماه دریافت خواهند کرد. سخنگوی وزارت کشور عراق تأکید کرد که با توجه به شرایط بهداشتی و درمانی در عراق مسافران بر اساس تصمیم کمیته عالی بهداشت و ایمنی باید کلیه اقدامات بهداشتی پیشگیرانه را رعایت کنند و معاینات بیماری همه گیر کرونا را انجام دهند. حذف ویزا در مبدا و اخسان در فرودگاه و احتمالاً در پایان حذف کامل آن نشان از تغییر برخی روی کردها در عراق و پذیرش مسافران کشورهای مختلف می دهد. لازم به یادآوری است مشتاقان زیارت عتبات عالیات خصوصاً در ایران بارها و بارها از مسئولان حکومتی خواستند تا با تأمین ساز و کار لازم سفرهای زیارتی نیز بدون ویزا انجام شود. با توجه به رایگان بودن ویزا میان عراق و ایران پیش از شیوع کرونا و منع ایران از سفر شهروندان این کشور به عراق و همچنین حذف اخص ویزا در مبدا برای این سی کشور این نگرانی در نظر می آید که عراق دیگر از سفر ایرانیان به این کشور تحت صنعت توریسم ناامید شده است. سفری که آرزوی شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام در ایران است.